در آستانه ورود به هشتمین ماه از قیام سراسری مردم ایران قرار داریم. در حالی که سران رژیم ادعا می کنن تونستن قیام رو متوقف کنن، موضع‌گیری ها در درون رژیم علیه خامنه ای شدت گرفته. مهدی نصیری، مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان، صراحتاً بر نامشروع بودن این نظام و نقش خامنه ای به عنوان مسبب اصلی بحران های موجود تو کشور تاکید میکنه. از طرف دیگه رئیسی و کابینش به طور مستمر در مجلس مورد هدف قرار میگیرن که اکثریت اونها هم از باند خود خامنه ای هستن. الان سوال مطرح اینه که آیا قیام متوقف شده یا استمرار داره؟ و آیا این جنگ باندهای درون رژیم ربطی به این قیام داره یا نه؟ همراه میشیم با آقای اسدالله مصنا. به شما خوش آمد میگم آقای مصنا، خیلی خوشحالم که همراهمون هستین. اجازه بدین سوالم رو از موضوع قیام شروع کنم که از 26 شهریور 1401 شاهد گور گرفتنش بودیم. به نظر شما آقای مصنا، قیام الان متوقف شده یا ادامه داره؟ اگر پاسختون منفیه که ایش، اگر مثبت علائمش چی هست؟ بله، اجازه بدید سلام کنم به شما و به همه بینندگان و سوالتون رو با قبل از هر چیز با این پاسخ بدم که اگر قیام متوقف شده، این همه اعدام پس برای چی؟ ببین در عرض یک هفته با دو نفری که اعدام کردن تحت عنوان آخوند ساخته سب و نبی، 46 نفر اعدام شدن که شما هم تو خبراتون گفتین که بسیارشون هم مردم بلوچستانند. خب اگر تموم شده این همه اعدام پس برای چیه؟ به نظر من خود این شاخصی است برای اینکه بگیم خیر ادامه داره و بالا پایینی دارد، ولی این خودش نشون میده که رژیم در چه شرایطی قرار داره و در چه تعادل قوایی با مردم که مجبور این طور وحشیانه به این جنایات دست بزنه. ضمن اینکه ما در صحنه اجتماعی هم شما الان تو خبراتون گفتین با تظاهرات های گسترده اقشار مختلف مردم، به خصوص روزهای اخیر بازنشسته هایی که اموالشون، صندوقی که خودشون، پول های خودشون، کسوراتی که از حقوق ماهیانه خود اونها برداشت شده و با پول اونها سرمایه گذاری هایی شده که دست شرکت های خصولتی، سپاه پاسداران و بیت خامنه ای، ولی الان اونها به مینیموم هاشون محتاجن. خب ما با تظاهرات های اینا روبرو هستیم و اقشار دیگه، و از اون طرف میبینید که ما با گسترش فعالیت های کانون شورشی مواجه هستیم. بنابراین اگر صحبت از علائمه، به نظر من اینها علائمی است که نشون میده این رابطه بین رژیم و مردم که رابطه ایست کاملا در تقابل و در تضاد که در قیام ماده میشه، بالایی ها نمیتونن حکومت کنن بر مردمی که هر فشاری رو بهشون آوردن و مردم هم حاکمیت رو نمیخوان. اینها خودش علائمی است که این رابطه در همین سطح، در همین تعادل قرار داره. بنابراین بی خودم نیست که حتی خارج از این حرف هایی که من الان استدلالی کردم، خود مقامات و مهره های رژیم به کرات، به دفعات وحشت زده دست میذارن روی شرایطی که وجود داره و هی هشدار میدن آقا تمام نشده، اون چند ماه که یک مقدار الان فکر میکنید پایین کشته آروم شده، این آتش زیر خاکستر. اجازه بدید من فقط به یک موردش اشاره بکنم، بسیاری است، از جمله همین عرض کنم که مصاحبه ای که همین مهدی نصیری مدیر مسئول روزنامه کیهان در سال 67 تا 73 داشته که مهرهای خود رژیمن، میگه
جمهوری اسلامی به نظر من به لحاظ پایگاه مردمی در یکی از ناامن‌ترین شرایط و دوره‌های خودشه. هر لحظه دقت کنید، هر لحظه امکان شورش مردمی وجود داره و شما، یعنی در خطاب به رژیم میگه، با سرکوب، با کشتار مهار کردید. بعد میگه حالا این یکی جلایی پور که از باند مغلوب نظامه، باز از مهره هاییست که تو همون کشتی هم با هم دیگه که معلومه دعواشون بر سر چیست. او هم اعتراف میکنه، من فقط به چند جملش میگم، میگه مختصات این اعتراضات توجه کنید، به نظر میرسد بعد از انقلاب این خیزش اعتراضی از همه خیزش های اعتراضی توفنده تر بود. حداقل اون میگه 2 میلیون نفر شرکت داشتن، 160 شهر، 100 تا دانشگاه فلان میسار. بعد دقت کنید به یک روایت دیگه هم هست که آقا تازه اولشه، یعنی این فاز اولش بود، این اپیزود اولش بود و ما در یک مسیر انقلابی هستیم. حالا چرا این حرف میزنه؟ دقت بکنید نوکش چجوری میگه که علت چیه. میگه 75 میلیون جمعیت، 85 میلیون جمعیت با اینها مشکلات معیشتی دارن. مشکلات رو هم که نمیشه با شعارهای صدا و سیما حل و فصل کرد. پس اون علائم، این اعترافات خودشون که همه منتظرن و هشدار میدن و گوش بزنن که یک جای دیگری این چه سر میکشن. بله، حالا این مثلا اگه بخوایم با حضور که الان شما همراهمون هستین نگاهی هم همینطور داشته باشیم به تضادهای درون رژیم، ما الان جنگ و دعواهای باندی رو تو بین اونها زیاد میبینیم، ارزیابیتون از این تضادها چیه و تو شرایط فعلی که قرار داریم چطور داره خودش رو نشون میده؟ ببینید در یک کلمه، در یک جمله، این تضادها و این تقابلها در مدار کیفی دیگری الان بارز شده که البته علتش هم قیام هاست که بعد بیشتر میتونم توضیح بدم. ببینید خامنه ای رئیسی رو برداشت آورد سال 1400 و گفت بالاترین شیرینی سال 1400 که بوده آوردن رئیسی بوده، که خودمونم میدونیم با چه جراحی و با چه قیمتی این کار کرد. طرف 12 سال رئیس مجلسش بود، از کنم که و از مقامات سالیانش مثل لاریجانی جراحی کرد و غیره و غیره، و دستگاهش رو یک دست کرد که میدونیم برای چی، اتقام برای مقابله با همین قیام، و مجلسش رو اساسا یک دست کرد، بیش از 200 خورده 200 نفرش از باندشن و جلاد قضایش و غیره که الان نمیخوام بیشتر از این وارد شم. خب الان با چی روبرو هستیم؟ الان با این روبرو هستیم، دستگاه یک دست شده که خامنه‌ای روز عید فطر صراحتاً برمیگرده میگه اینجا سران و سقوبه هستن، همه مردم هم هستن میشنون و صحبت میکنه آقا نریم به حاشیه، اختلاف کنار بزنیم و و و به هر حال دست میذاره به تضادی که تو بالاترین نقطه وجود داره. اگر خاطرتون باشه قبل از اون هم با دانشجو که صحبت میکرد، دانشجو که دست گذاشتن روی جلسه سران قوا، گفت این چیزیش موقتی برای اینکه یه سری مسائل حل بشه. حالا این موقتی چند سال داره اجرا میشه، ولی خب متاسفانه هنوز اینا اختلافاتشون حل نشد. و بعد هم گفت جلوی مردم میگن، مردمی که اینجا حضور دارن و مردمی هم که دارن میشنون. بعدش ما چی دیدیم؟ بعدش ما دیدیم که روز یک دو روز بعدش اجی اومد صحبت کرد که بله مشکلات اقتصادی و فلان و این حرفا. البته خامنه‌ای نگفت حاشیه‌ای که میگه نرین چیه، ولی اجی اومد دست گذاشت و گفت خلأهایی اونجا وجود داره و تضاد کار کرد. از اون طرف قالیباف و باندش داستان استیضاح وزیر سمت و اون مسائلی که همه میدونن. بنابراین در حالی که خامنه‌ای به صراحت در برابر همه تضاد و تشدید تضاد تو بالاترین نقطه نشون داد، اما قدم بعدم ما دیدیم باز همین تضاد و همین عرض کنم تنش وجود داره و نسبت به قبل کاملا متفاوته و عمیق‌تره و خب این کیفیتی است که دیده میشه.
گفتم به خصوص باید اینو توجه داشت در بستری که دارن، در بستر انتخابات بعد از 1400، یعنی برگ خامنه ای که رئیس بود و شکست خورد و هیچ کسی هم نیست که ندونه خامنه ای که سر همین تضاد تو عید فطر صحبت کرد، تای حرفش بخوام بریم میخواست بگه آقا جو با رئیسی چیکار کنین، تضاد کار نکنین، یعنی با اون برگی که میخواستی رو کنه که اونام درست نخواد با این چه تضاد کار کنن. بنابراین وضعیتی در نقطه اوج، در نقطه بالا و متفاوت با گذشته که مجبور میشه خامنه ای به این صراحت بیاد تو جلوی همه بگه، حتی جلوی حرسشون این حرف بزن. حالا یه پسنا شما از این درگیری ها گفتین، اوجش هم که الان گفتین که با اینکه خامنه ای گفته بود که خلاصه کم بکنید این درگیری ها رو، فاکت اژه‌ای رو برامون آوردین، اما حالا در رابطه با این جنگایی که الان تو باندهای در تو درون رژیم وجود داره، دو نظرگاه وجود داره. برخی میگن که خلاصه این تضادها و جنگایی که تو بینشون افتاده متأثر از قیامیه که در 1401 شروع شد. برخی دیگه هم معتقدن که خب نه، این جنگ و دعوا همیشه بوده، تضادها همیشه بوده و چیز جدیدی نیست، چیز به قول معروف نرمالیزه میکنن. نظر خودتون تو این رابطه چیه و چه ارزیابی دارین؟ بله، عرض کنم که حالا من توضیح میدم، ولی به نظرم کیه که ندونه که قیام 1401 چنان رژیم رو به وحشت انداخته، چنان زمین رو زیر پای آخوندها به لرزه در افتاده و چیزی رو چرخونده که خب ما این رو بازتابش رو در بالای رژیم، در درون رژیم میبینیم. قیامی که ما میدونیم اصل شعارش مرگ بر خامنه ای بوده و مرزبندیش با هر نوع دیکتاتوری نشانه شیخ بوده و به طور گسترده خودشون، خود مهرهای رژیم در رابطه با این قیام بارها و بارها دست میذارن به عبور مردم از نظام. خب ما میبینیم برخلاف گذشته تو همین قیام مردم بیش از 100 نفر به اعتراف خودشون از نفرات رژیم کشته شدن و گستردگیش و شعارها و عرض کنم خدمت شما که خیابونها و محلات و همه رو فرا گرفته بود. گفتم قبل سوال قبلی، اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که خامنه‌ای رئیسی رو آورد برای یک دست کردن و برای اینکه با این یک دست کردن بتونه جلوی این کارو بکنه، یعنی قیمت سنگینی داد ولی شکست خورد که الانم میبینیم با کابینش دارن یکی یکی میکنن. همین الانم بحثی که میگن 4 تا از نفرات کابینش چه تو لیست استیضاحن. خب بذارید من یه بیشتر توضیح بدم اینو چرا میگم. ببینید واقعیت قضیه اینه که رژیم تو بنبست. از سال 96 هم مشخص شد که علارغم هر سرکوبی رژیم به دلیل اینکه توان حل مسئله رو نداره، توان حل تضاد رو نداره، تو بنبسته، راه برون رفتی نداره، راه برون رفت استراتژیکی نداره. ممکنه تاکتیکی با سرکوب با اینا بگذرونه، ولی واقعیت اینه که از اون موقع مشخص بود، الان هم مشخصه که چنین چیزی نداره به طور شدید. نکته دوم، قیام های سال 96، 98، 1401 و هر آنچه که بینش بود خیلی روشن کرده که عرض کنم که تمرکز شعارها روی خامنه ای، یعنی رأس نظام و روی اون ستون نظامه. خامنه ای ضحاک، می کشیمت زیر خاک، یعنی کیفن این ستون و این خامنه ای که رأس نظامه و نظام بهش بنده ضعیفتر شده، چیزی براش باقی نمونده. حتی شما تو سطح بین الملل ببینین آبرو باخته است، که همه دیدن که صحنه واقعی چیه و در رابطه با خامنه ای رابطه مردم با خامنه ای چیه. هر حرفی بزنن خیلی هم روشنه که به هر حال نقطه کانونی کجاست و این بار به طور خیلی خاص و شدید دقیقا مردم متمرکز شدن رو و اینو در صحنه بین الملل همه میبینن. نکته سوم این که عرض کنم کاملا مشخصه رژیم این وضعیت وضعیتی است که اولا حالت زیر خاکستره، یعنی شعله زیر خاکستره، چون تضادی حل نشده. ببینید بالاخره این قیام و اینها همه خودشون میگن برای چیه؟ برای شرایط عینی جامعه، شرایط انفجاری جامعه، برای که مشکلات و تضادها و بدبختی های مردم دارن. کدومش تا حالا حل شده؟ حتی یک موردش
همین امروز خودشون آماری که میدونیم چقدر توش دروغه، میگه 46% تورم، میگه همچنان دلار همچنان داره صعود میکنه. آخوندی که شما خودتون خبر پخش کردین قبل از صحبت من، میگه هر روز بلند میشیم 40 لیره گرون میشه. خب وقتی تضادی حل نشه، پس این مشکل بر زیر پوست جامعه هست و آماده است تا چی بشه؟ دوباره شعله ور بشه. پس بنابراین خیلی روشن است نتیجه چیست. نکته بعدی هم بنابراین باید تأکید کنم که رژیم در تعادلی که الان با مردم داره، این تعادل به قبل بر نمیگرده. یعنی این وضعیت آنتاگونیستی که وجود داره به قبل بر نمیگرده، چون مسئله حل نکرده. بنابراین قطعا یک جا بیشتر با هر عاملی میتونه شعله ور بشه، و توجه کنیم که هر وقت شعله ور بشه رادیکال تر از قبل خواهد بود، چون مسئله حل نشده و مشخص هم هست. این رادیکالیسم که من میگم سمت و سوش مشخصه. ببین مردم میگن آقا خامنه ای میکنی زیر خاک، امسال سال خونه سید علی سرنگونه. یعنی مشخصا رادیکالیسم که من میگم نوک تیز و سمت و سوش سرنگونیه. خب بله. حالا خیلی روشن، زمین زیر پای گاوها خیلی سفت‌تر از قبل شده، برای اینا مجبورن به همدیگه چی کار کنن؟ شاخ بزنن بیش از قبل. زمینی که بیش از پیش چفت شده، بیش از پیش محکم شده به دلیل دومل چرکینی که حل نشده و هر بار سار داره، برابر این شاخات، این تضاد که شما میگید خیلی کیفی تر شده، بالاتر رفته و قطعا به جلو بره باز هم بیشتر خواهد شد. بله. آقای بوسنا، شما الان به فضای جامعه علیه خامنه مشخصا توی قیام اشاره کردین، توی سوالای قبل تو پاسخ سوال قبلی هم اشاره هایی داشتین به مواضع درون باندهای رژیم، مثلا مثال اژه‌ای رو زدین با اینکه خامنه‌ای گفته بود اما برخلاف موضع خامنه‌ای حرف زد. می‌خواستم ارزیابیتون رو از موضع‌گیری‌ها در مجموع علیه خامنه‌ای تو دستگاه نظام بپرسم. این موضع‌گیری‌ها کلاً چقدر جدیه؟ یک مثال کیهان هم شما برمون زدین، یکی از مدیر مسئول کیهان در سال 67. آیا خامنه‌ای فکر می‌کنید با مجموع تضادهایی که باش روبروی توان حفظ ساختار نظامش رو داره؟ ببینید خیلی به نظرم دو تا چهار تاست. در یک کلام خامنه‌ای به عنوان ستون خیمه نظام اون وضعیت قبل رو نداره، بسیار بسیار ضعیف‌تره. علتش هم شما اون چیزی که جامعه میخواد و من اشاره کردم از یک طرف، اون چی تشتتی که در درون نظامش در بالاترین نقطه، حرفش رو کسی نمیخره، میگه آقا جون نرید به حاشیه، جلوی مردم دارم میگم، سران قوا فلان فلان، از اون ور تو مجلس اون وضعیت ما ببینیم، از اون ور اجایین بدون بعدش حرف میزنه. چون شما اشاره کردین، بذارید من به بخش دیگه از حرفای نصیری اشاره کنم، فکر کنم سوال شما رو بهتر روشن میکنه. میگه حکومت فقهی جمهوری اسلامی با بحران جدی مشروعیت و مغلویت روبروست. ببین چون مشروعیت، دقت بکنید من ادامه میدم جمله‌شو، مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی به چیشه؟ چون این نظام نظام ولایت فقیه دیگه، به شخص ولی فقیهشه. پس این داره میگه این مشروعیت چیه؟ آقا وجود نداره و ایران گرفتار تلاطم‌های آشکار و پنهانی است که موجودیت نظام را با چالش‌های بسیار جدی مواجه کرده و بعید است برای عبور از این بحران وجودی، یعنی بحران موجودیتش، از فقه و فقهای حاکم کاری ساخته باشد. بعد ببین چه جالب میگه چرا، ببین چه اعترافاتی میکنن، چرا میگه چه آن که اساسا خود مولد این بحران ها هستن. یعنی این که فقه و فقها کیان؟ بالاترین کسی است که میگه ولایت فقیه خودشه. میگه اینا خودش عامل اینه، خامنه ای عامل اینه، مگه میشه ازش پس بر بیاد؟ خب بنابراین پس روشنه خامنه ای کاملا در موضع ضعف که این حرفا کی زده میشد، تا حالا کی زده میشد، بسیار زده میشد. یا حالا من الان وقتیش توضیح بدم که با چه مسائلی تو حوزه‌ای که قاعده این نظام بوده، اصلا آبشخور وجود این نظام بوده، خامنه ای با چه مسائلی روبرو است؟ اصلا کسی نمیخره حرفاشو و چیز نمیکنه و اشارات هم بنابراین خامنه ای خب روشنه تا وقتی زنده است، تا وقتی که به قول معروف
حواسش هست میخواد هژمونیش داشته باشه، از هژمونیش کوتاه نمیاد، که خب به محضی که عرض کنم خدمت شما این خدشه برداره، که اصلا رئیسی هم برای همین آورد که این هژمونیشو داشته باشه، یک دست کرد حواسش هست، خب مشخصه سقوط، یعنی این ضربه سرنگونی نظامش در پیش داره. با چه جوری هم حفظ کرده؟ با سرکوب. بنابراین این سرکوب هم یک جا که به هر حال دیگه اون کارهای نهایی دست بده، بازم سقوط نظامش هست. ما خب شاهو دیدیم دیگه، علارغم اون ساواکش و اون وحشت شکنجه ها و اون بگیر و ببند ها، وقتی که این شلاق زمین گذاشته شد، یک سال خورده ای نشد که تومارش در هم پیچیده شد. بنابراین خامنه‌ای در این نقطه است. بله. مثلا حالا با این وضعیتی از مشخصه خامنه‌ای و کل رژیم، اگه بخوایم نگاهی بکنیم که برامون توضیح دادین، وضعیت جامعه و اون قیامی که در چشم‌انداز هست رو چطور می‌بینی؟ اگه بخوایم خیلی کوتاه به این موضوع بپردازیم. بله. ببینید، من یه اشاره کردم. ببین مشکلات رو اگر بدون مثال مثل یک دمل حساب کنین که چرکینه، شما اینو ببرید جراح چیکار کنه؟ این دمل رو بشکافه، چرکش رو خارج کنه، مداواش کنه تا این سرایت نکنه. ببینید یه دمل چرکینی تو جامعه، تو کف جامعه وجود داره که اینها نمیتونن حلش بکنن و این داره دائم گسترده میشه و داره تمام بدن جامعه رو میگیره. این همون چیزیست که ما بهش میگیم شرایط عینی جامعه که جوشان و خروشانه و چون رژیم نتونست، نمیتواند، نمیخواد و نمیتواند مسئله حل کنه، این یک جا سر باز میکنه و تحت این فشاره. ببین خیلی اول سوال من گفتم چرا تو اعدام میکنی اگه حله؟ چرا اینجور اعدام میکنی؟ خب داره جواب میده، چون توان حل مسئله نداره. برای بحرانهای لاعلاجش به جای اینکه بره حل مسئله بکنی چون نمیتونه، میخواد در برابر قیام و برای پاسخگویی به بحرانهاش میاد دست به چی میزنه؟ دست به اعدام میزنه. خب این مشخصه که عرض کنم که چجوری این تأثیر و این تأثیر رابطه متقابل چجوریه. بازم اجازه بدین وقتی کمه من یه مورد دیگه هم اشاره کنم. همون نصیری میگه که این مدل حکمرانی با مشکلات عدیده مواجهه، با بحرانهای جدی مواجهه، که یکی از مهمترین ها بحران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی. به نظر ما دیگه دقت کنید، دیگه امروز نه جمهوری است نه اسلامی، و به نظر میرسه راه حل مسئله در عبور از این شیوه حکمرانی است. یعنی پس باید از این نظام عبور کرد، در عبور از قانون اساسی موجود. پس این نظام بایدش این شیوه حکمرانی باید عبور کرد، قانون اساسی هم باید عبور کرد، که نظام کنونی را به یک نظام استبدادی تمامیت خواه و سرکوبگر تبدیل کرد. آقا دیگه حرف کجاست؟ این حرفایی که این نصیری میزنه چرا 10 سال پیش نمیزد و الان میزنه؟ اگر این نتیجه ایستادگی و قیام و رشادت های مردم نیست و نه فعالیت های از تظاهرات و اعتصاب و مشخصا فعالیت های کانون شورش نیست که بازتاب میده اون چیزی که تو جامعه وجود داره، بازتاب میشه رابطه مردم با رژیم، بازتاب میده اون تعادل قوایی که من میگم دیگه هرگز به عقب بر نمیگرده. خب این حرفا قبلا چرا الان میزنه؟ این بوده که الان این حرفا رو میزنه. بعد میگه که ما گریزی از این نداریم که از این مدل حکمرانی عبور کنیم، از این نظام عبور کنیم. بله، این تاثیر اون چیزیست که شما سوال کردید. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای اسدالله مصنع از اینکه همراه ما بودین در این گفتگو. وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. ممنونم.